مجلس گفت حذف ماده مورد اختلاف میان مجلس و مجمع می تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد. ممکن است FATF در اجلاس بهمن تصمیمات سخت تری علیه ایران اتخاذ کند. اساق جهانگیری معاون اول آخون روحانی با نگرانی از تحریم ها گفت در شرایطی قرار گرفته ایم که به دلیل تحریم های ظالمانه مجلس گفت حذف ماده مورد اختلاف میان مجلس و مجمع می تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد ممکن است FATF در اجلاس بهمن تصمیمات سخت گیرانه تری علیه ایران اتخاذ کند اساق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی با نگرانی از تحریم ها گفت در شرایطی قرار گرفته ایم که به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا بخش از اقتصاد کشور هدف گذاری شدند و با مشکل روبرو هستند اما هدف سیاست های تحریمی آمریکا فروپاشی اقتصاد نظام بوده و به اعتقاد خود میخواهند مردم را در تنگنا قرار دهند تا علیه نظام دست به اعتراض بزنند. پاسار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع در مورد اصلاحات مد نظر خامنه ای درباره بودجه سال 98 گفت خامنه ای روی صندوق توسعه تاکید دارد که این صندوق برای بودجه جاری استفاده نشود لذا باید بودجه جاری ضعیفتر شود کارشناسان اقتصادی میگویند صندوق توسعه ملی که خامنه ای برای جلوگیری از کسر بودجه آن بررسی لایحه بودجه سال 98 را متوقف کرده است برای مخارج مداخلات خارجی رژیم مورد استفاده قرار میگیرد. خامنه ای در بهمن ماه سال گذشته اجازه برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به دولت روحانی داد که 60 درصد آن به نظامیان به ویژه سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس تعلق گرفت.